با درود به بینندگان برنامه مانگا باهورا. همچنان که در برنامه پیش گفتیم، زمین به شکل یک استوانه است که ارتفاع و قطرش با همدیگه برابرند. و همچنین نشان دادیم که زمین دارای یک لرزش های مخصوص به خودش است، دارای حرکت های مخصوص به خودش است که یه توپ پینگ پونگ را آویزان کردیم برای اینکه نشان بدهیم که زمین همیشه در حال جنبش است. این توپ پینگ پونگ همیشه در نوسانه. حالا نمیدونم خود شما این مسئله رو چیز کردید، امتحان کردید، آزمایش کردید یا نه. یک توپ پینگ پونگ را آویزان میکنید، میبینید همیشه در حال نوسانه. همچنان که گفتیم زمین به این صورت در حال لرزش است و این لرزش سبب به وجود آمدن وزش باد میشه و همچنین سبب به وجود آمدن موج دریا میشه. حالا دانشمندان ناسا و دانشمندان ستاره شناس برای خودشون توضیحات خودشون رو دارن، ما نمیخوایم روی اون توضیحات اونها را اینجا نقد کنیم چون وقت برنامه گرفته میشه. ولی خب خیلی 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 ساده این مسئله نشان میدهد که لرزش زمین نشان میدهد، یعنی وزش باد و موج دریا نشان میدهد که زمین دارای یک لرزش مخصوص به خودش است. اگر شما این توپ پینگ پونگ را آویزان کرده باشید و به اون نگاه کرده باشید، البته خیلی وقتا هست که یه خورده خیلی خیلی آرام داره می جنبه، نوسان میکنه، ولی یه خورده بعضی وقتا یه خورده بیشتر نوسان میکنه. در این حالتی که بیشتر داره نوسان میکنه، خواهید دید که این توپ پینگ پونگ مثل آونگ ساعت دیواری در یک خط مستقیم مثلا اینطوری نمیاد و بره، بلکه در یک مدار تقریبا بیضوی شکل داره حرکت میکنه. یعنی اینطوری. چرا در یک مدار بیضوی شکل داره حرکت میکنه؟ یه چیز خیلی خیلی یک آزمایش خیلی ساده است که یکی از رازهای بزرگ طبیعت را آشکار میکنه. به خاطر اینکه زمین نه تنها در این حالت لرزش است که سبب وجود آمدن باد و موج دریا میشه، بلکه در همین حالتی که هست اینطوری هم میچرخ. حالا نمیدونم اسم این حرکت رو چی بذاریم، ولی خب میتونیم نشان بدیم، یعنی روی محور عمودی خودش، روی مرکز محور عمودی خودش، محور فرضی اگر در نظر بگیریم، روی اون محور عمودی در مرکز اون به دور خودش تقریبا اینطوری میچرخ. پس بنابراین آزمایش توپ پینگ پونگ نشان میده که زمین نه تنها اینطوری داره میچرخه، بلکه به این صورت هم یک حرکت جنبشی داره. ولی نه تنها توپ پینگ پونگ این مسئله رو نشان میده، بلکه مسئله دیگری هستن، یک مسئله خیلی مهم دیگری هست که اونو بعدا خواهیم گفت، که این نشان میده که زمین در حالی که اینطوری داره میجنبه، یعنی در واقع میلرزه، به این صورت هم روی مرکز محور عمودی خودش اینطوری میچرخه. پس بنابراین تا حالا زمین دارای دو حرکت است، اما یه حرکت دیگر دارد. شاید توجه کرده باشید یا خونده باشید یا شنیده باشید، یا اصلا خودتون دیده باشید، بعضی از سالها هوا سرده، بعضی از نسبت به سال مثلا پیش،
یان نسبت به دو سال پیش. بعضی از سالها هوا گرمتره نسبت به یک سال پیش، نسبت به دو سال پیش. چرا این مسئله پیش میاد؟ خب دانشمندان ناسا و دانشمندان ستاره شناس این وضعیت فرضی زمین رو که داره به دور خورشید میگرده که خب در یک وضعیت ثابت داره میچرخه. پس وقتی که در یک وضعیت ثابت داره میچرخه، بنابراین زمستان و تابستان هر سال بایستی هوا مثل هم باشه، در حالی که هر سال هوا مثل هم نیست. حالا چرا بعضی از سالها هوا گرمتره، بعضی از سالها هوا سردتره؟ این نشان میده که زمین یک حرکت دیگه دارد، یعنی در واقع میشه یک حرکت سوم. زمین در یک مدار دایره شکل میچرخه، ولی خب این مدار دایره شکل مثل مدار خورشید و ماه نیستن، خیلی 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 کوچکن. و این مسئله باعث میشه که بعضی از سالها سرد باشه، بعضی از سالها گرم باشه. حالا من در اینجا به طور خیلی خیلی ساده، همین با آزمایش خیلی ساده میبینید، یک حلقه از سیم درست کردم به عنوان یک مدار فرضی زمین و زمین در اینجا قرار گرفته است. روی این مدار اینطوری داره میچرخ. حالا نمیدونم در دوربین خوب دیده بشه یا نه، ولی خب خود شما میتونید آزمایش کنید. خیلی ساده است، اینطوری میچرخ. در حالی که داره اینطور میلرزه و میلرزه و به این صورت هم هست، در این حالم روی این مدارم داره میچرخ. و این مسئله باعث میشه که بعضی از سالها گرم باشه، بعضی از سالها سرد باشه. اون سالهایی که گرمه روی این مداری که میچرخه، در واقع زمین به خورشید نزدیک میشه. مثلا شما در نظر بگیرید که این دوربین خورشیده، این هم زمین، این هم مدارشه. در اینجا چسب در این آخرین مدار داره حرکت میکنه. وقتی که خورشید در این قسمت قرار میگیره، این هم همینطوری میره، در نتیجه همیشه نسبت به خورشید نزدیکه. در خورشید در اینجا که قرار میگیره، بازم همینطور نسبت به خورشید نزدیکه. و یا در اینجا که قرار میگیره در طرف من، اینم اینطوری زمین در این طرف قرار میگیره. بنابراین زمین یه خورده به خورشید در این حالت نزدیک میشه. و این گردش هم که اینطوری میره همیشه یک نواخته. الان من در اینجا یک چسب زدم به لیوان که این مسئله بهتر توضیح داده بشه. همیشه وقتی که من اینو میچرخونم، یعنید همیشه اون نوار به طرفه، به یک طرفه، یعنی اینطوری نمیگرده، به این صورت میگرده. ببینید یک آزمایش های ساده و اون چیزایی که واقعیت داره به ما میگه، ما واقعیت رو داریم بررسی میکنیم. اون چیزایی که واقعیت داره به ما میگه، در اینجا ما اونو نشان میدهیم. البته یکی از دوستان یه پرسشی کرده درباره شهاب، که این شهابا چگونه به وجود میاد. راستشو بخوایی من اصلا هیچ نظری نمیتونم بدم، چون من خودم دیدم، سه چهار بار شهابو دیدم. در عرض شاید بگم دو سه ثانیه یه چیزی، دو سه ثانیه دیدم بعد ناپدید شده، محو شده. و من هیچ نظری نمیتونم روی این بدم، چون دو سه ثانیه دیدم، سه چهار بار اینو دیدم، دو سه ثانیه دیدم، هر بار که دیدم دو سه ثانیه دیدم. پس بنابراین من نمیتونم روی این نظر بدم که ببینم چیه. من اصلا نمیدونم چقدر با زمین فاصله داره، چقدر کجا هست، اصلا چی هست. ولی وقتی که در مورد موج دریا و در مورد وزش باد و در مورد جزر و مد دارم صحبت میکنم، خب من ماها کنار دریا شاید هر روز
میرفتم کنار دریا و حتی از شبها میرفتم کنار دریا که ببینم این موج دریا چطوری داره این جزر و مد چطوری شکل میگیره ساعت ها ماه ها روز ها من وقت خودم رو صرف کردم که ببینم این چطوری داره شکل میگیره در نتیجه بهش پی بردم که چه مسئله باعث این جزر و مد میشه بعد از چندین ماه که هر روز میرفتم کنار دریا و شاید هم خیلی شبها ولی خب در یه چیزی که من دو سه ثانیه میبینم اونم سه چهار بار بیشتر ندیدم نمیتونم هیچ نظری بدم من نمیدونم چی هست شاید یک ستاره باشه که داره میره و اینقدر سرعتش زیاده به نظر ما محو میشه در حالی که دور میشه چون امکان نداره یه چیز روشنی یه دفعه پدید بیاد یه دفعه ناپدید بشه امکان نداره اون هر چه هست برحال یه پدیده نورانی است وقتی که ما میبینیمش خب نزدیک ماست وقتی که دیگه ما یه دفعه میبینیم که ناپدید شد یعنی اینکه از نظر ما دور شده محو شده داره حالا هر چه هست پس بنابراین من نمیتونم روی این نظر بدم ولی روی این مسائلی که دربارش دارم صحبت میکنم خب نظر خودم میگم شما هم میتونید نظر این برنامه های مانگا و هورا را با نظریاتی که در اینترنت هستش مقایسه کنید اونا را بخونید و اینا را در نظر بگیرید با هم دیگر مقایسه کنید که ببینید و بالاخره شما خودتون به یک نتیجه میرسید با خودتون به یک نتیجه قاطع میرسید چون من نمیتونم بگم حتما این نظریات من همونه که هست اصلا ردخور توش نیست نه من بر اساس تجربیات خودم به این مسائل رسیدم بر اساس کار و کوشش خودم بر اساس آن چیزهایی که دیدم به این مسائل رسیدم به این نتیجه گیری ها رسیدم پس همچنان که گفتیم زمین هم داره میلرزه این یک حرکت هم روی مرکز عمودی خودش به این صورت میچرخه این دو حرکت و همچنین در یک مدار به این صورت میچرخ پس بنابراین این سه حرکت و اما یک حرکت دیگری دارد که این حرکت خیلی مهمه و این حرکت سبب به وجود آمدن جزر و مد دریا میشه حالا شما میتونید برید مسئله اینترنت رو بخونید ببینید چی میگه درباره جزر و مد به جاذبه ماه نسبتش دادن که آره این ماه میاد جاذبه ماه باعث میشه که این آب دریا بیاد بالا خب جاذبه ماه یک پره یک گنجش رو نمیتونه یک میلیمتر بالا بکشه چطوری میلیون ها تن آب و بالا میکشه مگه همچی چیزی اصلا امکان پذیر هست خودشون میگن که زمین دارای جاذبه است خب اگه زمین دارای جاذبه است آب دریا رو زمینه خب قدرت زمین هم قدرت جاذبه زمین هم بیشتر از قدرت جاذبه ماه پس این چطوری ماه میتونه اینو بکشه بالا یک داستان احمقانه برای خودشون درست کردم تو اینترنت پخش کردم و همچنان که گفتم اینترنت هم مثلا ویکی‌پدیا خب یک مسئله یه که شما نمیتونید از اون کسی که اینو گفته یک سوال جواب بکنید که آخه این چطوری میشه مثل یک کتاب یه نویسنده یک کتاب یک کتاب مینویسه شما میبره بازار شما میرید کتاب فروشی این کتابو میخرید ولی دیگه نویسنده مسائل کتابو میخونید ولی دیگه نویسنده رو پیدا نمیکنید که ازش بپرسید آقا این مسئله اینطوری نیست اینطوریه شما چرا اینطوری نوشتید اینترنت هم همینطوریه و اونایی که ادعای ستاره شناسی و نمیدونم
زمین شناسی و هوا شناسی و کهکشان شناسی و اینجور چیزا میکنن و ادعا میکنن که اختر فیزیکون از اینجور چیزا خوندن، اونا هم به این سوالا نمیتونن جواب بدن و نمیخوان جواب بدن و هر کسی سوالی ازشون بکنه اینو بلاک میکنن. اگه یوتیوب و فیسبوک و این چیزا داشته باشن چرا بلاک میکنن؟ به خاطر اینکه 40 سال طرف مثلا همین کسی مثل این فیروز نادری یا محمد حیدری ملایری، خب اینا 40 سال با این خزعبلات و دروغ ها رو اصلا خودشون دارن ترویج و تبلیغ میکنن. حالا یه نفر بیاد یک سوال ازشون بکنه که مثلا با 40 سال تفکرات اینها در تضاد قرار بگیره، خب معلومه طرف نه تنها جواب نمیدن، طرف اصلا بلاک میکنن. یعنی شهامت اینو ندارن که بگن آقا ما اشتباه کردیم. چی میشه مگه؟ وقتی که یه نفر 40 سال داره یه چیزی رو میگه بعد به یه نتیجه برسه بگه اشتباه کردیم، که آسمان که به زمین فرود نمیاد، دنیا به آخر نمیرسه، چه اشکالی داره؟ شما در نظر بگیرید یک آخوند 40 سال داره آخونده، حالا من بهش بگم آقا اصلا داستان قرآن، اصلا آیه های خود قرآن نشان میده که اصلا محمد وجود نداشته، بهش هم ثابت میکنم و بعد حالا شاید قبول کنه، درونن قبول کنه، ولی ظاهرش نمیتونه قبول کنه، امکان نداره. این پروفسورها و دانشمندان ستاره شناس و بند وسط و این چیزا هم همینطوری هستن. خب همچنان که گفتیم زمین دارای یک حرکت دیگه است و این حرکت سبب به وجود آمدن جزر و مد دریا میشه. هنگامی که زمین داره اینطوری میلرزه و اینطوری هم به دور خودش در این حال میچرخه و در یک مدار هم اینطوری میچرخه. حالا من اگه پروگرام داشتم میتونستم اینو با پروگرام کامپیوتری که خیلی مشکله به نظر من، ولی به هر حال میتونستم نشون بدم، ولی خب ندارم، مجبورم. البته اینم بهتره، اینطوری میلرزه، در این حال هم اینطوری داره میچرخه، در این حال هم که اینطوری داره میگرده در یک مدار دایره شکل میگرده. و یک حرکت دیگه ای داره، اونم اینه که هنگامی که همزمان این حرکت ها رو انجام میده، این حرکت هم انجام میده که کج میشه به این ور و اون ور، مثل همینی که الان این دیوانه که من دست گرفتم، اینطوری در حالی که حرکت میکنه اینطوری هم کج میشه و همین کج شدن سبب وجود آمدن جزر و مد دریا میشه. خیلی 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 ساده. حالا شما برید نظریات این دانشمندان ناسا و دانشمندان نمیدونم ستاره شناس رو تو اینترنت بخونی، اصلا یه چیزایی گفتن به ماه نسبت دادن، به هلال ماه نسبت دادن، به یه نمیدونم زمین و ماه و خورشید در یک خط مستقیم قرار میگیرن نسبت دادن، اصلا یه چیزایی گفتن خودشون حتی حالشون نمیشه که خودشون چی گفتن، تا چه رسد به اینکه خواننده اونا رو بخونه و بفهمه که اینا دارن چی میگن. بعد از یک به خاطر اینکه این مسئله رو به اصطلاح به یه جوری موزیانه اینو مطرح کنن، از یک کلمات کلمبوس سلمبه استفاده میکنن که اصلا آشنا نیست و چون از کلمات کلمبوس سلمبه استفاده میکنن و به یک چیزای ماورا و طبیعه و نمیدونم اینجور چیزا ربطش میدن، در نتیجه خواننده وقتی که میخونه اصلا سر در نمیاره که اینا چی دارن میگن. خب همچنان که در این عکس میبینید، این عکس مثل جزر و مد دریا است، در اینجا دریا رفته پایین، در اینجا دریا اومده بالا و این خط رو در نظر اصلا کاملا مشخصه، این خط
وقتی که دریا میاد بالا تا اینجا میاد بالا. بعد وقتی که میره پایین تا اون پایین میره در حدود 40-50 متر میره پایین تر. الان نمیدونم کنار دریا بودید دیدید برهر. هنگامی که جزر اومد اتفاق میفته به یک آن جزر اومد اتفاق نمیفته. رفته رفته جزر اومد اتفاق میفته. فرض کنیم شما الان من این عکس رو که گرفتم نمیدونم مال کدام دریا است ولی به هر حال دریای این عکس رو من از اینترنت در آوردم خودم عکس نگرفتم بنابراین نمیدونم مال کجاست ولی خب شما مثلا دریای خزر رو در نظر بگیرید دریای کاسپیه شما میرید شرق دریای کاسپیان یا دریای خزر وای میسید به یکی آشناهاتون دوست یکی از دوستاتون میرید اون در غرب دریای کاسپیان وای میسید شما میبینید که طرف شما در آب بالا میاد در همون حال تلفن میزنید تلفن هم دستی هم شما دارید دوستون آشناتون هم دارید در اون طرف دریاست بیرش زنگ میزنید در طرف شما آب داره بالا میاد ولی به اون زنگ میزنید اون نگاه میکنه میگه آب داره پایین میره بنابراین جزر اومده دریا اصلا ربطی به ماه نداره از خودشون داستان درست کردن خرافات علمی خب اگه ماه آب دریا رو بکشه بالا دو طرف دریای مازندران بایستی آب بیاد بالا در حالی که یک طرفش آب داره میاد بالا اون طرف دیگرش آب داره میره پایین هیچ چیز خیلی ساده است خب همچنان که گفتم این جزر اومد دریا به خاطر اینه که زمین اینطوری کج میشه بعد دوباره برمیگرده به این طرف کج میشه حالا فرض کنید این دریای مازندران شما در اینجا قرار گرفتید و دوستونم در اینجا قرار گرفته در غرب شما دریا رو نگاه میکنید ببینید آب داره میاد بالا تلفن میزنید به دوستتون که اینوره اون میبینه که آب داره میره پایین و این جزر اومدم یک دفعه اینطوری نمیشه شما اگه برید کنار دریا دریا رو نگاه کنید میبینید وقتی که داره میلرزه فرض کنید که شما در اینجا قرار گرفتید میبینید که آب رفته پایین به اون آخرین مرحله خودش رسیده وقتی که به این مرحله میرسه خب زمین داره میلرزه در نتیجه آب هم داره میلرزه موج پیدا میکنه وقتی که در این حالته شما در اینجا وای میسید زمین دوباره به این صورت در میاد ولی به طور ناگهانی به این صورت در نمیاد بلکه نزدیک 29 روز طول میکشه که از این حالت به این حالت در بیاد یعنی در اینجا که موج دریا یا آب دریا بالا آمده 29 روز 15 روز طول میکشه که به این حالت در بیاد دوباره 15 روز البته 15 روز تمام نه طول میکشه تا به این حالت در بیاد یعنی هر بار هر 29 روز یک بار آب دریا بالا میاد در یک بخش از دریا و در اون بخش دیگه آب دریا داره میره پایین و همین 29 روز البته 29 روز کامل نیست من همینطور تخمینی دارم اینو میگم و همین 29 روز
سبب شده که این دانشمندان ناسا و دانشمندان ستارشون است. فکر کنم که این به خاطر گردشه، به خاطر جاذبه ماه. چون میگویند که ما در 29 روز یک بار، در 29 شبانه روز یک بار به دور زمین میچرخ. و چون چنین 29 در 29 روز ما به دور زمین میچرخه. و بر حسب اتفاقم این موج این جزرومد دریا وقتی که آب میاد بالا میاد این طرف بر میگرده به این صورت 29 روز طول میکشه، سبب شده که اینا فکر کنم که این نیروی جاذبه ماه که آب و داره میره میکشه بالا، اینقدر سطح فکرشون کوتاه است. دانشمند ها اسم خودشون میذارن دانشمند، اینقدر سطح فکرشون کوتاه است دیگه به این فکر نمی کنن که میلیون ها تن آب چطوری ماه میتونه اینو بکشه بالا، در حالی که یک پر گنجشک رو نمیتونه بکشه بالا یه میلیمتر. میلیون ها تن آب و 10-15 متر 10-12 متر آب میاد بالا، ولی یه پر گنجشک رو ماه نمیتونه یک میلیمتر هم بکشه بالا. خب همچنان که گفتیم، شما فرض کنید که در این ما در یک طرف دریای مازندران وایسادید و آب دریا بالا اومده به این مرحله رسیده، بعد در زمین هم داره می جنبه. وقتی که می جنبه به این صورت هم یه حرکت دیگه داره، ولی این حرکتش آنی نیست، طول می کشه تا هنگامی که آب دریا به اینجا برسه، به این صورت برسه نزدیک 15 روز طول میشه. وقتی که اینطوریه اینطوری میشه، یه خود میاد اینور، یه خود راست میشه دوباره کج میشه، یه خود راست میشه دوباره کج میشه، ولی خب راست شدنش بیشتر از کج شدنه. برای همین است که وقتی که شما میرید کنار دریا وای میسید، میبینید موج دریا که میاد به ساحل میخوره نزدیک 6 ساعت میاد و بر میگرده، یعنی 6 ساعت میره 6 ساعت برمیگرده، 6 ساعت میره 6 ساعت برمیگرده. البته نزدیک 6 ساعت، همچنان که گفتم من اینا رو تخمینی دارم میگم. پس بنابراین 6 ساعت اینطوری میشه، 6 ساعت اینطوری میشه، ولی خب بیشتر به این طرف میاد. تا اینکه پس از 15 روز 6 ساعت اینطوری میشه، 6 ساعت به این ور کج میشه، پس از 15 روز به این صورت در میاد. یعنی این طرف دریای مازندران آب دریا بالا اومده، ولی اون طرف دریای مازندران آب داره میره پایین. حالا شما برید این نظریات دانشمندان ناسا و دانشمندان ستاره‌شناس رو تو اینترنت بخونید، ببینید چی گفتن. مسئله به این سادگی رو چقدر بغرنج و پیچیده کردن، اصلا قابل فهم نیست. اینی که من دریای مازندران رو مثال زدم به خاطر اینکه این مطلب بهتر روشن بشه. همچنان که گفتم، خب زمین در این هنگامی که اینطوری میشه یک حرکت اینطوری داره، اینطوری هم میچرخه، اینطوری هم میچرخه. خب این حرکت ها باعث میشه که جزر و مد دریا در روی دریاها با هم دیگه یکسان نباشند. یکی از دلایلی که این دانشمندان ناسا و دانشمندان ستاره شناس رو گیج کرده همینه. اینه چون تحقیق کردن میبینن که این جزر و مد مثلا دریای مدیترانه با دریای اقیانوس آرام
با دریای آرام فرق میکنه. جزر اومده مثلا دریای خزر با جزر اومده فلان دریاچه با هم دیگه فرق میکنه. اینا رو دیدن، اینا رو به اصطلاح تحقیق کردن، ولی خب نفهمیدن که دلیلش چیه، چرا جزر اومده اینها با هم دیگه فرق میکنه، در حالی که اگه گرانش مثلا چیز باشه، جاذبه ماه باشه که آب دریا رو بالا میکشه، بایستی تمام دریاها با هم دیگه بیان بالا، یا حداقل اونجایی که مهتاب داره یا ماه داره میتابه روی دریا هست، بایستی آب دریا بیاد بالا. در حالی که دیدن، شما میتونید برید ببینید اگه نزدیک دریا هستید، ماه چهارده قرص کامل ماه روی دریا است، ولی آب دریا داره پس میشینه، داره فرو میره، بالا نمیاد، پایین میره. پس اگه جاذبه ماه اینو میکشه بالا، پس چرا آب دریا داره ماه روی دریا قرار گرفته؟ ماه چهارده چرا آب دریا داره پایین میره؟ به خاطر اینکه این مسائل، این حرکت های زمین سبب میشه و هیچ اصلا جاذبه زمین و جاذبه ماه و اینجور چیزا روی جزر اومده دریا اصلا نیست، اصلا جاذبه وجود نداره که روی این تاثیر بذاره، به خاطر اینکه زمین کج میشه به این صورت، کج و راست میشه، به راست و چپ کج میشه. وقتی که به راست و چپ کج میشه، یک طرف دریا آبش میاد بالا، همچنان که در اینجا میبینیم میگه یک، من اینو این طرف کردم، اون طرف آب میاد بالا، این طرف رفته پایین، اینطوری کج میکنم، این طرف آب میاد بالا، اون طرف رفته پایین. خب این هم درباره جزر اومد که چگونه جزر اومد شکل میگیرد. و اما بپردازیم به زلزله. این در مورد آب دریا و موج دریا و نمیدونم جریان هوا و طوفان و این چیزا رو صحبت کردیم. خب تا اینجا دیگه مسئله تموم شده. حالا میپردازیم به زلزله. خب شما اگه اینترنت رو بخونید، تو این دانشمندان ناسا یه چیزایی گفتن، بازم همینطور از لایه زمین صحبت کرده، لایه زمین تکان میخوره، لایه زیر زمین آخر لایه چطوری تکان میخوره، زمین همش یه جامد لایه لایه، مثلا برگ های یک کتاب که نیست لایه لایه باشه، بعد یک لایه بیاد تکان بخوره، خب بره کجا؟ این لایه بره کجا؟ همه جا خاکه، جلوش گرفته است، چطوری بره؟ یه مسئله رو همینطوری میگن. مردم هم خب به این مسئله توجه نمی کنن. چرا توجه نمی کنن؟ چون فکر میکنن که اینا رسی رسی، اونایی که اینا رو گفتن دانشمندن، در حالی که اینایی که مسئله رو تو اینترنت میگن دانشمند نیستن، احمقن. من همینطوری این بخش فارسیه، همین جذب رو این چیزا رو میخوندم، از یک کلمات مسخره استفاده میکنن که اصلا من نمیفهمم اینا. مثلا کشند، اصلا من نمیفهمم کشند چی هست، یا مثلا گرانش چی هست، اصلا تو ادبیات فارسی نیست، ولی اینا رو چیز کردن، یا مثلا به عکس میدن فرتور. یه چیزای مسخره چندشاوری میگن که اصلا حال آدم نمیخوره. فرتور چی؟ فرتور یعنی چی؟ از خودشون یه کلمه های مسخره درست کردن، میخوان بگن که آره اصلا همه چی مال اینا بوده، تمام تمدن بشریت از اینا برخواسته، کشند و را نمیدونم گرانش رو از این برها. خب
خب حالا در مورد زلزله هم همینطوریه. همچنان که در مورد موج دریا و جنبش باد و وزش باد و این چیزا نتونستن یک نظریه قاطع و ساده رو بیان کنن، در مورد زلزله هم همینطور همه چی رو پوش اصلا با هم دیگر قاطی کردن و اصلا خواننده نمیفهمی که اینا چی دارن میگن. ولی به هر حال جریان زلزله درست جریان موج دریا است، هیچ فرقی نمیکنه. با این تفاوت ما موج دریا رو میبینیم ولی موج زمین رو نمیبینیم. موج دریا چطوری اتفاق میفته؟ موج دریا وقتی که من اینو تکان میدم، همچنان که میبینید من اینو تکان میدم، میبینید سطح آب داره حرکت میکنه، پایین آب حرکت نمیکنه، سطح آب داره میجنبه، سطح آب داره نوسان پیدا میکنه، پایین آب نوسان نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه سطح آزاده، سطح دریا آزاده، و چون سطح دریا آزاده در نتیجه معلومه تکان میخوره. ولی خب این قسمت در این پایین آزاد نیست، در اون ته، در نتیجه من دیوان تکان میدم مثلا ثابته، اصلا تکان نمیخوره. چرا؟ چون آزاد نیست، نمیتونه تکان بخوره. زلزله هم همینطوریه، زلزله روی سطح زمین اتفاق میفته. در برنامه پیش نشان دادیم که این موجهای بزرگ چگونه به وجود میان. موجهای بزرگ، یه موج قدرتمند میاد به یک موج که داره برمیگرده به اون برخورد میکنه، و این موج میاد که این برخورد میکنه، از روی این موج آشاش موجی که بهش برخورد میکنه یا آشیاش میگذره و به طرف جلو پیش میره. زمین هم همینطوری، زمین لرزه، زمین داره میلرزه ولی ما احساس نمیکنیم. مثل موج دریا داره همونطور میلرزه ولی ما احساس نمیکنیم. یه دریاچه هست تو منطقه میوار کردستان ایران، بهش میگویند زرهوار. خب این زرهوار در زمستان ها یخ میبنده که مردم از روش از این ور و اون ور میرن، یه لایه زخیم یخ میبنده. و وقتی که یخ نیست آب دریا داره تکان میخوره، موج میزنه، ولی وقتی که یخ میزنه آب دریا که یخه دیگه، آب یخ شده دیگه، موج نمیزنه. چرا؟ به خاطر اینکه به صورت جامد در آمده، ولی خب موج میزنه، ما احساس نمیکنیم، نمیتونیم ببینیم. این زلزله هم که میاد همینطوریه، و همچنان که موج دریا، حالا نمیدونم شما سوار کشتی شدید، سفر دریایی کرده باشید، یا همون یه جاهایی هستن که دریا وسط زیادی نزدیک این شهرها به وسط زیادی دیده میشه، میبینید که موج دریا اصلا یکسان نیست، یا اگر با هواپیما از روی یک دریا رد شده باشه اصلا موج دریا اصلا یکسان نیست. یه جا داره موج میزنه، یه جا داره موج بیشتری میزنه، یه جا آرامه. اصلا موج ها اصلا کلا یکسان نیستن. زمین هم، سطح زمین هم داره میلرزه، موج هاش یکسان نیستن. به خاطر همینه که یک زمین لرزه در یک جا اتفاق میفته، در جای دیگه اتفاق نمیفته. مثلا در کرمانشاه اتفاق میفته ولی در همدان اتفاق نمیفته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این لرزش های سطح زمین یکسان نیستن. زمین داره میلرزه، موج پیدا میکنه، سطح زمین موج پیدا میکنه ولی ما احساس نمیکنیم. بعد این موج پیدا میکنه، یه دفعه برای سر اتفاق یه موج آرام داره حرکت میکنه، یه موج قوی از روبرو داره میاد به این موجی که داره آرام حرکت میکنه برخورد میکنه، و همین باعث لرزش زمین در اون نقطه میشه. و چون زمین میلرزه خب احتمال داره ساختمان ها و اینجور چیزا، چون سطح زمین میلرزه تکان میخوره،
سطح زمین که تکان میخوره اون ساختمان و خانه ها و این چیزا ویران میشه و حتی در بعضی جاها مثلا باعث بخشی از ریزش کوه بشه یا تپه بشه یا مثلا خود زمین به خاطر اینکه زمین ماسه است نرمه باعث میشه که اون یک قسمت از زمین ریزش پیدا کنه پس بنابراین این زمین لرزه هم که به وجود میاد در واقع زمین لرزه یعنی همون موج دریا که به هم دیگر میخورن منتها ما موج دریا رو میبینیم ولی موج زمین رو نمیبینیم تا اینکه دو تا موج به هم دیگر برخورد میکنن یه موج قوی به یه موج ضعیفتر برخورد میکنن و باعث به وجود آمدن زلزله میشه و ما اون موقع میبینیم که زلزله به وجود میاد این هم درباره زلزله در برنامه آینده به یک مسئله جالبتری خواهیم پرداخت در مورد این که چرا بعضی از نقاط زمین بعضی از مکانها گرمه بعضی از مکانها سرده مثلا فرض کنید در یونان در تابستان مثلا در 30 خرداد هوای یونان خیلی گرمتر از هوای مثلا تاجیکستانه چرا اینطوری هم هر دوتاشون در تقریبا در یک مدار قرار گرفتن چرا هوای تاجیکستان سرده خنکه ولی هوای یونان گرمه و یا اینکه چرا در شمال میگویند که 6 ماه شب 6 ماه نمیدونم روز چرا خورشید غروب نمیکنه یا مثلا غروب میکنه بعد از 2-3 ساعت دوباره طلوع میکنه چرا این مسائل هستش همه اینها دارای یک جواب منطقی است جوابی که خود طبیعت به ما میگوید که چرا این مسائل پیش میاد من در اینجا این برنامه را به پایان میرسانم تا برنامه آینده شاد زی شاد کم باشید